Hi my dear friends, I'm Nazani and welcome to another video of my travels. I hope you're doing well and you like my videos. I would be very happy if you press that subscribe button right now to join my channel and my friends. Let's watch the video together. درود بر دوستان عزیزم، امیدوارم از هر شهر قشنگ ایران هستید یا از کشورهای مختلف دنیا دارین ویدیوی منو میبینین، حال دلتون عالی باشه. من نازنین هستم و خوش آمدید به کانال سفرهای من. خوشحال میشم همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید و به جمع دوستان من بپیوندید و همینطور دکمه زنگوله کنارش رو تا ویدیوهای بعدی من برای شما نمایش داده بشه. سپاسگزارم از تک تک شما عزیزان. دوستان اینجا خیابان سی تیر هست، یکی از معروفترین خیابانهایی که غذاهای خیابونی داره. در نزدیکی مرکز شهر هست و بین میدان حسن آباد و میدان امام خمینی. این خیابان سنگ فرش از بهترین جاهای دیدنی تهران به شمار میاد. غیر از کافه و رستوران های خیابونی متنوع، جاذبه های تاریخی و فرهنگی زیادی در این خیابان قرار گرفته. چند موزه و ساختمان مذهبی تاریخی با قدمت بیش از 100 سال در خیابان سی تیر هست. ساختمان های مذهبی در این خیابان به پیروان ادیان متفاوتی تعلق دارد. آتشکده، کلیسا و از مهمترین بناهای مذهبی در خیابان سی تیر هستند که سبب شهرت این خیابان به نام خیابان ادیان هم شده است. الان ساعت 1 بامداده و من اومدم تا این خیابون و این شلوغی در این ساعت رو برای شما فیلم بگیرم. البته یه فیلم دیگه از زمستان خیابان سی تیر هم براتون گرفتم و تو کانالم هست، میتونین برین ببینین. لینکش رو پایین این ویدیو براتون میذارم. روزانه
حدود 3000 نفر از این گذر گردشگری استفاده میکنند. کتابخانه ملی ایران هم در گذشته در این خیابان قرار داشت، اما امروزه ساختمان آن به موزه علوم و فناوری تغییر کاربردی داده و کتابخانه ملی رو به ساختمان دیگری انتقال دادن. خیابون سیتی سنگ فرشه و پیاده روی در طول مسیر آن برای گردشگران زیادی جذابیت داره. اگه قصد دارید به این خیابون بیاین، با مترو میتونین از متروی میدان حسن آباد استفاده کنین و متروی میدان امام خمینی، چون دقیقا این خیابان بین این دوتا میدونه و میتونین راحت با مترو به این خیابان بیاین. و اگه با ماشین شخصی میاین مثل من، امشب ماشینمو دقیقا روبروی این خیابون پارک کردم، میتونین اطراف این خیابون ماشینتون رو پارک کنین. با توجه به موقعیتی که این خیابون در شهر تهران داره، در مناسبت‌های خاص در طول سال مثل شب یلدا، شب سال نو، همیشه در این خیابون جشنه و پر از گردشگرهای داخلی و خارجی که شما میتونین در این مناسبت‌ها به این خیابون بیاین و از موسیقی‌های خیابونی هم لذت ببرین. آقا منو قیمت نداری؟ جا کل غذا بیشتر آه هر پکش؟ نه میخوانم ترکیباتو چی هست با ها میگی؟ منو بغل کنم این از اینا میخوان
بفرستم؟ سلطان دهی سی سی بفرمید. توی دادایی بدش کن نگه چهار یه چیزی که اینجا خیلی توجه منو جلب کرد گربه های این خیابون بود. ببینین چقدر چاقن، یعنی از صبح هر مشتری که میاد اینجا میشینه چقدر به این گربه ها غذا میدن که اینا همه چاق و توپال بودن. بین تنوع غذایی که اینجا بود مونده بودم کدوم رو انتخاب کنم. آخرین پیتزای فرانسوی ستاره‌ای رو انتخاب کردم. قیمتش 200,000 تومان بود که اگه بخوایم به دلار بگیم الان دلار تو کشور ما 50,000 تومانه و میشد 4 دلار. الان ساعت دقیقا 2 بامداد هست و هنوز خیلی‌ها تازه دارن میان.